بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. يا مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال. تبریک عرض می کنم عید نوروز و آغاز سال نو و طبیعت نو و روز نو و روزگار نو را، که امسال مصادف است با ایام نیمه شعبان که متعلق است به خورشید فروزان عالم وجود، حضرت بقیت الله ارواحنا فدا. تبریک عرض می کنم به ملت بزرگ ایران و به همه ملت‌های همدل و همسان. به طور خاص تبریک عرض می کنم به خانواده‌های معظم شهیدان، خاندان‌های صبور و ارزشمند که انشاءالله خداوند سایه این خانواده های معظم را از سر ملت ایران، سر ما کوتاه نکنه، و همچنین به جانبازان عزیز و خانواده های با گذشت و صبور اونها، و همچنین به ایثارگران و خدمتگزاران صمیمی ملت ایران در میدانهای مختلف، چه در میدان سلامت، چه در میدان امنیت، چه در میدان مقاومت، چه در میدان علم، و به همه این عزیزان تبریک عرض می‌کنم. این روز شیرین و عید مبارک رو. سال دیگری هم گذشت، سال 1400 هم به پایان رسید با همه شیرینی ها و تلخی ها و فراز ها و پرود ها که در زندگی طبیعی است. زندگی مجموعه ای از همین فراز و پرود ها و شیرینی ها و تلخی هاست. اشاره کنم به چند اوج از حوادث ملت ایران، چند فراز، چند شیرینی بزرگ، که یکی از اونها مسئله انتخابات بود. انتخابات حقیقتاً مهم بود، بزرگ بود. در عین شدت بیماری همگیر، بیماری کرونا در اوایل سال 1400، مردم آمدن پای صندوق‌های رأی و رأی دادن. خیلی مهمه. در حالی که اجتماع دو نفر در یک نقطه خطرناک بود، اون روزهایی که ما صدها نفر در روز تلفات داشتیم، شاید 500-600 و شاید هم بیشتر، در یک چنین شرایطی انتخابات برگزار شد، مردم آمدن شرکت کردن. و خب دولتی تازه نفس به میدان آمد که اونطوری که قرائن نشان میده دولتی مردمی و علاقمند به حرکت‌ها و هدف‌های مردمی و دارای ریل جداگانه‌ای غیر از دولت محترم قبلی در حال حرکت هستند و امیدهای رو در مردم زنده کردند. به حمد الله این یکی از فرازها و اوجهای حوادث ملت ایران بود. یک مورد دیگر، مقابله جدی با بیماری همگیر کرونا بود که به معنای واقعی کلمه مبارزه شد، مقابله شد. تلفات این بیماری خطرناک از روزی چند صد تا رسید در یک برهه‌ای به روزی 20 تا 18 تا مثلا به اینجاها رسید، اگرچه باز
یه مقداری بالا رفته، اما تفاوت بین این وضعیتی که خب به حمدالله واکسن در اختیار همه قرار گرفت با اون وضعیت اون روز تفاوت زیادی است. یک اوج دیگر پیشرفت علم و فناوری بود، تولید چند نوع واکسن در کشور که مورد تایید جهانی هم بعضی قرار گرفت و حرکت‌های مختلف علمی و فنی از واکسن بگیرید تا ماهواره. در همه جهات به حمدالله کشور کارهای مهمی داشت. اینها اوج‌های بزرگ سال 1400 بود. در داخل کشور حوادث گوناگون دیگری هم بود، شیرینی‌های دیگری هم بود. در عرصه جهانی هم همین جور یکی از مهمترین حوادث شیرین سال 1400 این بود که آمریکایی‌ها در همین اواخر البته آمدن اعتراف کردن، به زبان خودشون گفتن که ما در فشار حداکثری علیه ایران شکست خفتبار خوردیم. تعبیر خفتبار تعبیر خود آمریکایی هاست. حادثه مهمی است. این ملت ایران پیروز شد، ملت ایران توفیق پیدا کرد. این رو هیچ کس نمیتوانه به خودش نسبت بده. ایستادگی ملت ایران به چنین پیروزی بزرگی رسید. حوادث متعدد دیگری هم رخ داد، چه در نزدیکی ما چه در دوردست ها، که همه ثابت کرد درستی راه ملت ایران در مقابل استکبار رو نشون داد که راه درست همین راهی است که ملت ایران در مقابل استکبار داره حرکت میکنه. خب اینا شیرینی ها بود. تلخی هایی هم داشتیم که من از بین همه تلخی ها اونی که از همه به نظر من سخت‌تر و مهمتر هست رو عرض می‌کنم و اون تنگی معیشت مردم، مسئله گرانی‌ها و تورم و این چیزها بود که خب باید حتما علاج بشه. چیزهای علاج پذیری است، مشکلات اقتصادی است که ما امسال امیدواریم بخشی از اینها برطرف بشه، چون همه اینها دفعتاً برطرف نمیشه، به تدریج برطرف خواهد شد. اینی که آدم عجله کنه بگه نخیر به همین زودی واقع بینانه نیست، لکن بعضی از اینها انشاءالله امیدواریم در طول 1401 که سال اول قرن هم هست، قرن 15 هجری شمسی، انشاءالله اینها برطرف بشن. خب ما در سالهای گذشته هر سال یک عنوانی رو با نام شعار سال مطرح کردیم، برای اینکه مسئولین عمدتاً قوه مجریه و در حاشیه اون قوه مقننه و قوه قضاییه و همچنین آحاد مردم، اونجایی که به مردم ارتباط مستقیم پیدا میکنه، در این جهت حرکت بکنن. در بعضی از سالها تبلیغات خوبی هم در این زمینه به دست آمده، بعضی جاها هم البته در بعضی سالها هم کمکاری هایی وجود داشته که در سال 1400 ما مسئله تولید را مانع زدائی ها و پشتیبانی ها مطرح کردیم. کارهای خوبی هم نسبتاً انجام گرفته که باز هم ادامه داره و باید ادامه پیدا کنه. در این چند ساله بنده تولید رو عمدتاً محور قرار دادم برای شعار سال، با یک قیدی، با یک خصوصیتی. علت هم این است که تولید کلید حل مشکلات اقتصادی کشوره. تولید ملی در واقع راه اصلی عبور از سختی‌ها و دشواری‌های اقتصادی برای کشوره. یعنی مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. طبیعت تولید اینه. این است که ما روی تولید تکیه کردیم.
یعنی رشد اقتصادی رو افزایش میده، اشتغال ایجاد میکنه، تورم رو کاهش میده، درآمد سرانه رو افزایش میده، رفاه عمومی ایجاد میکنه، علاوه بر این دارای تأثیرات روانی است، اعتماد به نفس ملی رو بالا میبره، احساس عزتمندی رو در ملت به وجود میاره. تولید چنین اکسیری است، یک چنین حادثه مهمی است. تولید ملی اگر انشالله به بهترین وجهی پیش بره، لذا ما رو مسئله تولید تکیه کردیم. تو این چند سال بی تأثیر هم نبود، به الحمدلله تأثیرات خوبی هم داشت. امسال هم من تولید رو میخوام مطرح کنم، منتها یک لایه جدید، یک چهره جدید از تولید رو میخواهم مطرح کنم و اون عبارت است از تولیدی که دارای دو خصوصیت باشه، یکی اینکه اشتغال آفرین باشه، یکی اینکه دانش بنیان باشه. این تولید دانش بنیان متکی به دانش جدید و پیشرفت‌های علمی و تولیدی که اشتغال آفرین باشه. البته همه تولیدها اشتغال آفرینه، منتها بعضی از تولیدها با اینکه سرمایه گذاریش انبوه هست، اشتغال آفرینیش اونچنان نیست، لکن بعضی نه، اشتغال آفرین هست، که حالا من انشاءالله توضیح اینها رو در سخنرانی فردا تا حدودی عرض خواهم کرد. اگر چنانچه دانش بنیان، تولید دانش بنیان رو ما معیار قرار بدیم و به دنبال تولیدی بریم که دانش بنیان باشه با خصوصیاتی که عرض خواهم کرد انشاءالله در سخنرانی روز اول سال، به نظرم میرسه که ما در همه این هدفهای اقتصادیمون یک تکان خوب، یک حرکت رو به جلو محسوسی انشاءالله خواهیم داشت. مسئله اشتغال آفرینی هم همینجور. بنابراین امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین. این تولید. البته من درخواست مؤکد دارم، سال گذشته همین رو گفتم، که اکتفا نکنن دوستان به اینکه حالا روی کاغذهای سربرگهای دستگاه‌های گوناگون بنویسن این عبارت رو، یا مثلا فرض کنید که یک تابلو درست کنن توی خیابان مثلا بزنن، اینا کار نیست. عمده این است که به معنای واقعی کلمه روی این سیاست گذاری بشه. البته این دولت با وضعی که من مشاهده میکنم، با تحرکی که رئیس جمهور محترم و همکاران ایشون دارن، انشاءالله پیشرفت خواهد کرد. یعنی این شعار روی زمین نخواهد موند به توفیق الهی، لکن هرچه بیشتر کار بشه، بیشتر تلاش بشه، بهتر خواهد بود. امیدواریم انشاءالله که خدای متعال برای ملت عزیز ایران در این سال، در این عید، در این فرصت مغتنم یک ساله خیر اراده بفرماید و مردم رو خرسند کنه، زندگی ها رو انشاءالله شیرین کنه، مردم رو دلشاد کنه و ارواح طیبه شهدای عزیزمون، روح مطهر امام بزرگوارمون امام راحل رضوان الله علیه انشاءالله شاد باشه و سلام و ارادت و اخلاص همه ما به خاک پای بقیت الله العظم ارواح نافدا انشاءالله خدای متعال برسونه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.